گرافیتی یه جورایی غیر قانونی شناخته میشه. اینا هم گرافیتیه، چون شهرداری اینا رو یه جایی ساپورت کردن گرافیتی حساب نمیشه، مینرال میگن، یه چیز یعنی قانونیه. حتی هنرمنده گرافیتیکار کاراشو یعنی برخلاف ایران اگه بگیرنت یا وقتی یه کاری روی دیوار زدی بعدم بگیرنت میگن ترویج فرهنگ غربی و یا لوگوهای شیطان پرستی. در صورتی که کارمون اینجوری نیست، اصلا موضوع بیشتر کارمون کودکان خیابون یا در مورد صلح و دوستی و اصلا اینطوری که اینا فکر میکنن اصلا اینطوری نیست. توی انقلاب ایران هم گرافیتی داشتیم، از استنسیل امام خمینی بگیر تا پوسترها، اعلامی هایی که روی دیوار اتفاق میافتاد. اما با گذشت زمان این گرافیتی که الان داریم میبینیم به هنر تبدیل شده و دیگه در خدمت پیام‌های انقلابی نیست. یکی از چیزایی که توی کارم هستش فکر کنم برمیگره به موقعی که من بچه بودم و توی بمباران به دنیا اومدم. این اعتراض با این هنر ترکیب میشه. حالا توی گرافیتی به نظر من تاثیرش بیشتره. خیلی تو تهران بودن که فونت‌های انگلیسی کار میکردن و اینا. حالا ما گفتیم خب چی میشه، ما هم بالاخره زبون داریم، ما هم فونت داریم، ما هم حرف داریم. اینا رو اومدیم گرافیتیش کردیم. یه مدیر داره، الان مدیرینم میخوام بیاد جلوگیری کنم، میتونن جلوگیری کنن. سفید کنید دوباره مشکل نداره. ما نتونستیم تا حالا اقدامی بکنیم برای پاک کردن اینها. از کنن این اطلاعیه رو داریم، البته با کلانتری هم در میون گذاشتیم. کلانتری گفتن که شما هر وقت اینا رو به ما معرفی کنیم ما مأمورینمون دستگیرشون میکنن. خیلی راحت آدم بیرون همیشه فکر میکنه یکی داره نگاش میکنه یا تحت نظر آدم. کلا اینکه آدم نمیدونه اگه خوب دستگیر بشی چه خبره. چند وقتی هستش این تیمای پاکسازی شهرداری رو دارم میبینم که با رنگ خاکستری افتادن به جون دیوارهای شهر. آدما تهران یه جوری میتونن میمیرن، یه هفته کار میکنن، خسته میشن، جا میرن، میخوابن. بسیجی هم میخوابن، اتهامی میخوابن، پلیس هم میخوابن، ولی ما هستیم.